فاصله 2900 کیلومتری خط آهنی که از شهر دهلی جدید تا کنیا کماری می انجامد، طویل ترین خط آهن در هند است که از شهرها، قریه ها و جنگل های خشک و دره های عمیق می گذرد. قطار دارای 22 واگن به نام تیرا کورال اکسپرس دنیای کوچکی در هند تلقی می شود که مسافرین را از گروه های مختلف مذهبی و نژادی با اهداف و نارضایتی های مختلف تا مهاجرین و خانواده های مرفه را در کابین های دارای تهویه هوا و تخت خواب حمل می کند. مسافرین این قطار در سیاست که حال با انتخابات سراسری در هند در صدر موضوعات قرار دارد منقسمند. منفعت سیستم رفاه اجتماعی حکومت اکثر به سمت طبقات فقیر و مسلمان ها می رود و آنها از این سیستم بهره می برند، نه دیگران. انتظار می رود که در انتخابات سراسری هند حزب بارتیا جانتا برنده شود و نارندرا مودی برنده یک دور دیگر صدارت برای 5 سال گردد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس اخیراً یک سفر 48 ساعته را برای مصاحبه رای دهندگان هندی در انتخابات انجام داد که قرار است نتایج آن به تاریخ 4 ماه جون اعلام شود. نیک کونچ کارک یک کارمند امور صحی است و نگران افزایش بیکاری و مشکلات در سیستم معارف هند است. من فکر میکنم که چیزهای کوچک مهم است. فکر کردن در مورد همه و نه تنها انسانهای فقیر، آوردن همه زیر یک سقف. مهادیو پرساد با خانواده‌اش به شهر مدورای می رود که یکی از شهرهای قدیمی هند است و برای داشتن معابد هندوان شهرت دارد. فضای کشور خوب است و حکومت در سطح بین المللی کار خوب می کند و من حس می کنم که کشور در دستان قوی قرار دارد. پرساد مطمئن است که مودی در یک دور سوم نادر در قدرت باقی خواهد ماند. ولی پرساد و همفکران سیاسی وی تا تاریخ 4 جون که نتایج نهایی انتخابات معلوم خواهد شد، باید منتظر بمانند تا مشخص شود که کدام حزب برنده این دور انتخابات شده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.